وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم تا به ایمیل هایی که به برنامه رسیده در این بخش جواب بدهیم. به اذن الله این برنامه به شکل ضبط شده خدمت شما تقدیم میشه و ما ایمیل هایی که شما قبلا فرستادید داریم پاسخ میدیم. لذا تماس نگیرید که کسی جواب شما نمیدهد. مستقیم وارد اولین پرسشی یا اولین ایمیلی که برای ما فرستادند بینندمون فرمودن، از حقوق ماهیانه که بیمه و مالیات میگیرن آیا باز هم زکات تعلق میگیره؟ و همچنین درآمدهایی که به دولت مالیات میدهیم چطور؟ ببینید، مسئله مالیات تا زکات دو تاست. شما به دولت مالیات میدهید، اون چیزی که خدا فرض کرده زکات هست 2.5% برای فقراست، نه برای دولت هست. اگر هم از طرف دولت کسانی این مأموریت را داشته باشند که زکات انبار را جمع کنند، البته دولتی که مورد اطمینان باشه ها که زکات را به فقرا میرسونه، باز هم 2.5% از شما میگیرند. اگر در مسئله محصولات و موضوع کشاورزی بود و زکات گندم و جو اینها بود که اون مسئله عشر و ربع العشر و عشر و نصف العشر هست، دو داریم، یا عشر هست یا نصف العشر. عشر یعنی 10 تا کیسه یک کیسه زکات میدید، نصف العشر یعنی از 10 کیسه نصف کیسه زکات میدید، یا به معنی دیگه از 20 کیسه گندم یک کیسه شو زکات میدید، نصف العشر. و توضیحش هم اینه که اون با آب باران آبیاری شده، شما از عشر یعنی 1/10 میدید، اون که نصف العشره با آب تلمبه یا آبی که خودتون از زحمت کشیدید و آبیاری کردید. پس بنابراین حقوقی شما میگیرید اگر که نهایتا آخر سال جمع کردید و به حد نصاب رسیده بود و حالا برداشت کردید مقدارش یا برداشت نکردید ولی به حد نصاب رسیده بود، یک سال قمری ازش گذشته بود، با 2.5% باید زکات آن رو بپردازید. آنچه به دولت دادید، آنچه مالیات دادید، آنچه خرج کردید، آنچه به شهر دادید، تمام اینها هم حساب نمیشه. و حساب نمیشه منظورم اینی که نمیتونه جایگزین زکات بشود. اون چیزی که به دولت دادید به جای خودش هست ولی نمیتونه جایگزین زکات بشه. موجودی شما هرچی هست زکات بهش تعلق میگیره، مگر در مسئله تجارت در فروشگاه یا شرکت. ولو که موجودی شما نباشه یا اندک باشه، شما حساب میکنید که چقدر فایده برد، زکات اون میدید. یه فروشگاه دارید، پارچه فروشی به عنوان مثال، حالا 20 میلیون جنس یا 20 کمتر میلیون، حالا میلیون ارزشی نداره که ما بگیم، 20 میلیون جنس در این فروشگاه هست باقی مونده در انبار شما و 20 میلیون هم شما کار کردید در طول سال. ولو که در موجودی شما الان نیست، اما 20 میلیون کار کردید. منظورم کار کردید 20 میلیون فایده بردید. 20 میلیون در یک سال شما از این سرمایه 20 میلیونی گذاشتید فایده بردید. حالا زکات 40 میلیون باید بپردازید، 20 میلیون باقی سرمایه‌تون و 20 میلیون هم فایده‌ای که از این سرمایه، از این عاید شما شده یا نصیب شما شده. خب ایمیل بعدی، سلام، امیدوارم موفق باشید. چگونه است که هم شما و هم روحانیان شیعه بر چیزی که دقیقاً جواب نمیدانید اسم حرام براش میذارید؟ مثلا میگویید وضو اینطور نگیرید باطل است. میخوام بپرسم، اینو ما نگفتیم؟ ما ببینید آیه قرآن میگه خلاف آن میشه باطل. بعد توضیحتون ببینم چیه. من ایمیل رو باز قبلا میدیدم. میخواهم بپرسم چقدر مطمئن هستید که خداوند قبول نمی کند؟ این اشتباه از خود شماست. این باطل هست تا خدا قبول نمی کنه دوتاست، برادر و خواهر، نمیدونم کی باشی. مگر خداوند در قرآن کریم نمی فرماده این موسی چوپان هر طور که دلش میخواهد عبادت کند؟ خیر، خداوند تو قرآن همچون چیزی نفهمید. داستان موسی و شبانه تو قرآن نیست. خب اسم
ننوشته بود. اما توضیح از این که فلان عبادت، نماز یا وضو یا روزه باطل هست، این بهش میگن حکم شرعی. این چنین انجام دادن قبول نیست، یا به درگاه خدا قبول نیست، یا خدا قبول نمی کنه، این یک مسئله جداست. این عبادت بدین شکل صحیح نیست، یک مسئله جداگانه است. پس قبول و عدم قبول با الله هست سبحانه و تعالی. ولو که عبادت صحیح باشد، عبادت صحیح باشد، آیا 100% ما میدانیم که مورد قبول درگاه الهی واقع شده است یا نه؟ خدا میدونه، هیچ کس. اما این عبادت به این شکل صحیح هست یا اشکال داره، این میشه حکم، بهش میگن حکم فقهی. آ نماز به این شکل خوندن، مثلا این حرکات زیاد در نماز، نماز باطل میکنه. شما اگر سرتون اینطور اینطور مرتب چرخوندید در نماز، این طرف اون طرف، نمازتون باطل میشه. یا اینکه سوره فاتحه نخوندید، نمازتون منعقد نمیشه یا تا آخر. یا وضو، به تعبیر شما، به مثال شما، وضو اگر پاهاتون نشستید، وضوتون صحیح نیست. حکم فقهیه به دلیل آیه 6 سوره مائده که میفرماید و پاهای خود را بشویید، و توضیح هم دادیم در جلسات گذشته. بنابراین این وضو، این طور عبادت و این طور انجام دادن و حکم این صحت و عدم صحت از نظر فقهی یک مسئله، قبول و عدم قبول این مسئله است که هیچ کس نمی‌داند. ما هم نمیدونیم عبادت ما هم قبول میشه نه، خدا میدونه. پس قبول را به خدا واگذار میکنیم، اما حکم ظاهری اینجا میگیم. پس من تصحیح کردم اون برداشت شما که فرمودید چقدر مطمئن هستید که خدا قبول میکند یا نمیکند، به خاطر قبول کردن یا نکردن که حکم صحت و عدم صحت نمیشه. حکم فقهی حکم ظاهری است، یک مسئله ظاهری است که این عمل، این وضو از نظر فقهی با استدلال به قرآن و حدیث آیا صحیح است یا صحیح نیست. شما اگر پاهاتون نشستید، وضوتون کامله یا کامل نیست؟ کامل نیست، ناقصه. شما اگر نماز خوندید و مثلا سوره فاتحه نخوندید، نمازتون کامله یا کامل نیست؟ کامل نیست، اشکال داره. پس بنابراین این یک مسئله است. و ممکنه یه وقت انسان نتونه وضو بگیره، مجبور باشه یا معذور باشه، به معنی دیگه نتواند هم تیمم کند، ولی نماز بدون وضو و بدون تیمم خدا میپذیره، برای زیرا در توان این شخص نیست، در توان این شخص نیست که وضو بگیرد، در توان این شخص نیست که تیمم کند، ولی در توان این شخص هست همینطور که هست با اشاره نماز بخواند، همینطور که درازکش خوابیده یا فلج هست. الله اکبر، سمع الله لمن حمده، با چشمش. پس بنابراین این نمیشه گفت حالا خدا نمیپذیره، چون نمیتوانسته است. بیشتر از این توانایی این نتوانسته است که بیشتر از این خدا را عبادت کنه. خدا میفرما فتقوا الله ما استطعتم، به اندازه توانتون توان داشت عبادت داشته باشید، خدا را بپرستید. خب سلام، وقتی که از شبکه اینترنت استفاده میکنیم، زنان و دختران را مشاهده میکنیم که اصلا حجاب ندارن، این مسئله برای روزه‌دار آیا مشکلی ایجاد میکند یا نه؟ ببینید، انسان روزه دار موظف است که دهانش روزه باشد، چشم و گوش و دست و پاش هم روزه باشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چه خلاف دستور شرعی است انجام ندهد. درسته که خوردن و آشامیدن روزه را باطل میکنه، اما نگاه به شهوت و نامحرم و شنیدن غیبت یا چیز حرام از اجر معنوی روزه می کاهد. لذا باید که توجه کرد به این سایت ها یا به این جایی که زنان بی حجاب یا بد حجاب هستند وارد نشد. یا حال شما اگر که میگید که برای استفاده از آن سایت ها می روید، عجیبه که سایتی که درش زن برهنه هست چه استفاده میشه ازش برد، من نمیدونم. به سایت هایی مراجعه کنید که عکس ندارد. میلیون های سایت هستش که درش میشه استفاده کرد. همین یه سایت عقیده که الان اگر برادران داخل فرمان زیر نویس کنن، عقیده.com، عقیده، یا حتی برید تو گوگل سرچ کنید با زبان فارسی کتابخانه عقیده، فرق نمی کنید. این سایت رو برید درش
هزار و اندی کتاب هست به زبان فارسی، توضیح داده شده، ترجمه هست، موضوعی که شما میخواهید در رابطه با وضو، در رابطه با عقیده، در رابطه با تاریخ، در رابطه با تاریخ سیرت پیامبر صلی الله علیه و آله و همچنین، و این سایت رو زیرنویس کردم برادران. خب یا وسایت های شبیه این اهلسنت.com یا سایت اسلام تکس، تمام اینها میتونید ازش استفاده کنید و در این سایت ها هم لینک هستن، سایت های مفید. سوال بعدی استاد گرامی، آیا روزه‌ای که قبل از بلوغ گرفتم جای روزه‌ای که بعد از بلوغ عمدن نگرفتم را میگیرد؟ خیر، ربطی به هم دیگه ندارد. اونها شما هنوز به سن بلوغ نرسیده بودید و هنوز نرسیده بودید و این روزه و این عبادت رو انجام دادید، ولی الان به سن بلوغ رسیدید و دیگه جایگزین نمیشه کرد، باید که موظفید از حالا عبادت خود را به وقت انجام بدهید. سوال بعدی، آیا اگر مجموع حقوق کارمند در سال به 7 میلیون برسد باید زکات بدهد؟ بستگی دارد که 7 میلیون حد نصاب هست یا نه، میلیون تومان منظور کنید، برای اینکه این تومان ثباتی نداره. شما الان که این برنامه را گوش میدید باید بپرسید از طلا فروش که 85 گرم طلا، حالا طلای 18 مثلا حد وسط هست، نه اون طلای 22 یا 21، طلای 18 قیمتش چنده؟ معادل آن میشه حد و نصاب. حالا 7 میلیون به شما بگن، 10 میلیون به شما بگن، کمتر بگن، بیشتر بگن، معادل آن میشه حد نصاب زکات. از اون وقت به بعد دیگه شما باید زکات پرداخت کنید. در هر 100 گرم مایو عادل 100 گرم زکات 2.5 گرم زکات، 100 گرم طلای شما 2.5 گرم زکات، باز همون میشه 2.5%. بعد توضیح دادید در صورتی که با این حقوق پس انداز برای باقی نمیماند. خب اگر باقی نمیماند که شما ذخیره نکردید، تمام شد، زکاتی به شما تعلق، زکاتی به شما تعلق نمیگیره زمانی که شما دیگه برای نمو و رشد این پول رو جمع نکردید. اگر جمع کردید برای نمو و رشد، حتی برای نمو و رشد جمع نکردید، گذاشتم تو یک حساب جاری، چیزی هم بهش افزوده نشد، آخر سال اومدید دیدید که از حد نصاب بیشتره، باید زکات شد. چرا؟ برای اینکه اگر بنا بشه من و شما میلیون ها افراد پولهایمون رو در حساب جاری انباشته کنیم، رشد و اقتصاد و چرخش هر شود مالی و اقتصاد اسلامی میخوابد. بسیار خوب، گفتید ترانه و که گیتار و فلان میزنن درباره خدا و رسول مثل سامی یوسف، این محل خلافی است بین اهل علم که آیا این عمل حرام هست، شامل اون ترانه و موسیقی میشود یا نه؟ برخی ها اجازه دادن و جمعی هم گفتند خیر حرام است، ولو که حالا در این گیتار یا آلت موسیقی سرود یا اشعار و ابیاتی در متن پیامبر هم خونده میشه، خود این آلت موسیقی معصیت است و شنیدن آن و نواختن آن اشکال داره. این نزد برخی از اهل علم هست، برخی هم اجازه دادن، فقط جدا کردن بین موسیقی های مبتذل و این گروه دوم. و در یک چیز اتفاق دارند علما، در این که موسیقی اگر ابیات مبتذل و زشت در بر داشته باشه، بر تحریم آن اتفاق دارند که حرام است. اما مثل این که شما فرمودید و مثل بقیه سرودهایی که درش موانع اخلاقی نیست، بر دو قسم تقسیم شدن علما، بین جواز و عدم جواز، یعنی حرمت. هر کم برای خود یک دلیل دارد که در جلسات گذشته ما بدان اشاره کردیم. سوال بعدیتون، آیا بچه‌ای که از بهزیستی آورده می شود وقتی بزرگ شد محرم زن و شوهری که او را بزرگ کردن می شود یا نه؟ بار او را بزرگ کردن یا شیر دادن؟ خیلی نقطه حساسیه. او را بزرگ کردن خیر، محرم نمیشه. او را شیر دادن و بزرگ کردن، بله، پسر خودشونی اگر دخترم دختره. خوب اینو توجه کنید، فرق بین محرمیت و عدم.
از پرورشگاه، از یک جایی یک بچه است تو خیابون پیدا کردن، حالا بچه ممکنه ولد و زنا هم باشه، از طریق غیر شرعی تولد شده، گذاشتنش کما این که در کشورها انجام میگیره، یا در پرورشگاه میرن تحویل میدن و تمام شد، نه پدرش معلومه کیه نه مادر. اگر این خانواده که این از بهزیستی یا از پرورشگاه تحویل میگیرد شیر داد این زن، شیر داد این زن، شیر داد ایشون میشه محرم، یا اینکه خواهر این زن شیر داد بهش که این بشه خاله این نوزاد. یکی از عواملی که محرمیت یا باید گفت اون چیزی که ما اسمش میذاریم محرم به وجود میآورد شیرخوارگیست، شیرخوارگیست. حالا اینجا یکی از بستگان باید شیر بدهد که به این خانواده مربوط باشند. اگر خود زن شیر داد، زن میشه مادرش، شیر بهش داده، شوهر این زن میشه همچی پدرش، هرچی به این خانواده تعلق داره، یعنی این شده جزء خانواده، شده جزء خانواده، در غیر این صورت محرم نیست و باید وقت بزرگ شد بهش گفت که شما پسر و یا دختر ما نیستید، ما از پرورشگاه شما را بود. آیا گناه نیست خواهر و برادر با هم در یک خانه زندگی کنند؟ منظورتون در یک اتاق خواب باشه؟ بله، در یک خانه که اشکال نداره، در یک اتاق خواب بله، نهی هست، نهی هست، مگر اینکه در سنین خیلی پایین باشند یا اینکه عذری داشته باشند نتوانند اینها را جدا کنند. و الا در اصل آن است که طبق فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم که در بسترگاه در خوابشان اینها جدا از هم بخوابند. صحیح و بهتر آن است که دختر و پسر وقتی بزرگ شدند در اتاقی جدا بخوابند. اما اگر وضعیت اقتصادی اجازه نمیداد یا به نحوه دیگر اگر در یک اتاق هستن، بدیهی است که باید فاصله بین هر شود در رخت و خواب و در تخت و خواب ایشون باشه. آیا پایین بردن خلط، گفته اید که در کسی نتواند آن را بیرون بیاورد، منظورتون ممکن است استفراغ روزه را باطل می کند اگر که نتواند؟ خیر، اما استفراغی که نوشتید اگر به عمد باشه بله، خلط خیر، قرد دادن خلط هم روزه باطل نمی، اما استفراغ اگر به عمد باشه، یعنی اینکه دست انگشت فرو برید شما تو گلتون، روزه باطل می کند. استفراغی که یک مرتبه شما به حالت حالا مسموم شده اید یا وضعیتی قرار گرفتید که ناخودآگاه بدون اراده استفراغ میکنید و پی میکنید، اون روزتون باطل نمیشه. آیا بین دو سجده سه بار اللهم اغفر لی؟ بر این حدیث هست، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، حدیث هست و این طور وارد شده، سنت هست، یا رب اغفر لی ولی والدی، باز هم روایتش داریم. آیا در سجده گفتید و رکوع یک بار به جای سه بار گفتن جایز هست؟ بله، یک بار اگر شما بگید سبحان ربی الاعلا درست است، یا سبحان ربی العظیم درست است. اگر ادامه بدهید سبحان ربی الاعلا و به حمده هم گفته شده باز جایز است. آیا آرایش ملایم در خیابان گناه است؟ هر چی جلب توجه نامحرم می کند گناه است، حتی زیبایی طبیعی. شما بگید من که گناهی ندارم، پس چرا گناه است؟ اگر که یک دختر زیبا تولد شده، خدا بهش زیبایی داده، زمانی که جلب توجه نامحرم کرد این زیبایی باعث پوشیده شد، از نامحرم مخفی شد. بدیهی است که هر زیبایی اکتسابی، یعنی یک آرایش، از باب اولا غیر از شوهر نباید. اگرچه این حرف در جامعه‌ای که هنوز اون اخلاق اسلامی درش جای نیفتاده حرف غریبی و پسندیده‌ای نیست، ولی تمام فتنه ها از این است، از اولین رؤیت هست، اولین دید هست. اگر در نماز در حالتی قرار بگیریم که احتمال بدهیم موهایمان پیدا می شود، تکان دادن دست بیش از سه حرکت پشت سر هم اگر باشه بله، ولی اگر جدا از هم دیگه باشه اشکالی نداره. به گونه‌ای
شما ممکنه روی سریتون درست میکنید که موهایتون پیدا نشود، که یک حرکت یا دو حرکت باشد، پشت سر هم نباشد حرکت ها. حرکت خفیف نماز را باطل نمی کند، اما حرکت زیاد بدیهی است که باعث بطلان نماز می شود. قبل از این شما باید که روسری خود یا خود را محکم می بستید به گونه ای که موی سرتون پیدا نشود در نماز. اشکال نداره دست گرفتن موبایل به جای قرآن جایز است یا نه؟ اشکالی نداره. خیلی از این موبایل های امروزی کل قرآن به اضافه تفسیر، به اضافه تلاوت آن میشه دانلود کرد، میشه نصب کرد و شرعاً جایز است و اشکالی نداره که شما از روی موبایل قرآن بخونید. در نماز انفرادی وقتی سوره ای را از حفظ نیستی میشود از روی قرآن خوند؟ بله، اشکالی نداره. منوط بر اینکه یا مشروط بر اینکه این دست گرفتن قرآن یا حالا همون موبایل شما یا آیپد شما که دست شما از قرآن درش نوشته باعث حرکت زیاد نشود که شما از نماز و از معنویات نماز دور بدارد. گذاشتن عروسک یا مجسمه، پارچه یا پشمی برای بچه ها. برای بچه ها زمانی برای بچه ها بوده، پس گذاشتن آن دیگه چی؟ برای بچه ها بازی میکنند، بچه ها که نگاه نمیکنند. اگر بنا باشه که بازی بچه باشد، این عروسک ها جایز است و این مجسمه ها جایز است، اما در تاخچه گذاشتن برای زینت است و آویزان کردن برای زینت است، اونجاست که اشکال داره و جایز نیست. اما عکسی که در فرش باشد یا مجسمه باشد یا عروسک بچه ها باشد، چرعن اشکالی نداره. با سلام و عرض ارادت، خواهشمند نظرتون در باره مطلب زیر بنویسید. لولا علیون لهلک عمر. بارها اینو گفتند و معروف هست. حالا این را این چی میرساند؟ محبت علی به عمر و محبت عمر به علی. اگر این عبارت صحیح باشد که اگر علی نبود عمر هلاک میشد، بارها این بوده که عمر میخواسته در جنگ قادسیه مثلا، در جنگی که با دشمنان داشته در روم، در جنگی که برای فتح شام یا فتح مصر یا ایران داشته است شرکت کند، حضرت علی مانع شده و فرموده است که اگر شما شهید شوید مسلمانان دیگه رهبری ندارند، پس شما نروید. در اینجا هم لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود اینجا عمر هلاک میشد، برای اینکه میرفت در جنگ و شهید میشد. محبت زیاد حضرت علی نسبت به عمر، عمر را باز داشت از اینکه در خیلی از جبهه های خیلی از جنگ ها خود حضرت عمر شرکت نکند، به توصیه حضرت علی عمل کند. برای همین بود که دخترش بهش داد، به خاطر محبتی که نسبت به عمر داشت. برعکس مدعیان محبت علی که بغض حضرت عمر در دل دارند، خود حضرت علی محبت حضرت عمر در دل داشت. چقدر این عبارت تکرار شده؟ الله اعلم، ولی به فرض که این عبارت صحیح باشد محبت را می‌رسد. عرض سلام، در روایت آمده است که در سجده نماز بسیار دعا کنید و دعاهای زیاد توسط پیامبر در کتاب صحیح بخاری آمده، ولی سوال من این است که آیا می شود در سجده نماز دعای قرآنی را بخوانیم؟ از اون طرف هم روایت آمده که دعای قرآنی من نهی شدم که در حین سجده قرآن بخوانم، اینم اومده است البته. بله، خودتون فرمودید، بفرمایید. الانم آوردید تو من نهی شدم در سجده و رکوع قرآن بخونم. من نیده بودم که خودتون اینو نوشتید، خودتونم ذکر کردید. خیلی خوب. پس این دلیل بر اینه که اگر اونجا فرموده در سجده نماز، در سجده نماز دعای قرآن دعا بخونید، معنیش اینه که دعای قرآنی نباشه، دعای دیگه باشه غیر از دعای قرآنی، به دلیل همین حدیث خود میفرماید من نهی شدم از اینکه در سجده و رکوع قرآن بخونم. فتنه در رابطه با فتنه مسیح دجال توضیح دهید. دعایی که در تشهد نماز خوانده می شود، دجال یک امتحان الهی است که خداوند برای امتحان بندگانش می فرستد.
و در دعا هم در آخر تشهد همینو میگیم، اللهم انی اعوذ بک من شر فتنه المسیح الدجال، از شر فتنه مسیح دجال ما به تو پناه میبریم، کما این که از عذاب قبر و از عذاب دوزخ و از فتنه های دیگر ما موظفیم از خدا پناه میبریم. جاهای این دعا هم در آخر نماز بعد از تشهد هست. این مسئله ربطی به مهدی ندارد، مهدی که اهل سنت دارند و اون مهدی که آقایون قائل هستن جداست، به فرض صحت این روایات مهدی که هزارو اندی اشکال درش هست در روایت هاش، اونم مهدی که تولد می شود در آخر زمان و هدایت می شود یک شبه و اون صفاتی که آقایون میگن ندارد. انسان عادی است، نه در چاه میره نه زیر زمین میره، نه مخفی میشه، نه قائم است و نه حاضر است و غائب است، یک انسان عادی است. اگر که این حدیث عرض کردم که صحت داشته باشه، که این محل بحث و تأمل هست. به امید خدای بزرگ و با توجه به این که این جانب از تشیع به جامعه بزرگ توحید پیوستم و مسلمان شدم، به نظر شما آیا باید مذهبی از مذهب چهارگانه را انتخاب نمایم؟ قبلا هم عرض کردیم در این راستا، اگر که شما اهل تحقیق هستید و اهل علم هستید، شما هر قول و هر رأیی که نزدیک تر است به قرآن و به حدیث بدون عمل کنید، این صحیح است. و اگر اهل تخصص نیستید، اهل مطالعه و اهل، یا به معنی دیگه نمی توانید تشخیص دهید کدام روایت به کدام قول از اقوال ائمه اربعه، حضرات امام ابو حنیفه و امام شافعی و امام مالک و امام احمد بن حنبل یا بقیه اقوال دیگر به قرآن و حدیث نزدیک تر است، تا به یکی از فرمایشات ایشون باشید. تبعیت از ایشان برای عوام هست. بدیهی است که این بزرگان، این ائمه اربعه و بقیه صاحب مذهبانی که ممکنه مذهبشون منقرض شده و باقی نمونده، از خود چیزی نگفتند. دلیلشون یا قرآن بوده یا حدیث صحیح بوده یا حدیث بوده، و در بدانید که در اصول با هم دیگه خلافی ندارن. هیچ کدوم از اینها، نه شافعی، نه مالکی، نه حنبلی، در اصول دین با هم دیگه خلافی ندارن. اختلافشون فقط در فروست. فرو یعنی فرو احکام، استنباط احکام فقهی از نصوص شرعی، در اینها اختلاف دارن که این اختلاف بدیهی است. سلام علیکم. خب آیا کدام حدیث در باره کم خوردن گوشت گاو وجود دارد؟ نجیب الله از کانادا. بنده مطلع نیستم کدام حدیث در رابطه با کم خوردن گوشت گاو، که آیا گوشت گاو نخورید نهی شده باشد یا اینکه دستور کم خوردنش باشد، بنده از این حدیث اطلاع ندارم و این نقص در بنده هست. اگر که نه اینکه نباشد، اگر که همچون حدیثی باشد و من ندانم، معناش نیست که در اسلام نیست، در نقص در بنده میتونه باشد، مطلع نیستم. اگر شما همچون حدیثی یافتید، ما را هم راهنمایی کنید حدیث صحیح باشد در این رابطه. بله، سوال شما یا تقلید شخصی جایز است یا نه، عرض کردیم اگر شما نخواهید تابعه نخواهید که نتوانید که محقق باشید یا طالب العلم باشید، باید حتی از امام جماعت خود هم که پرسیدید از آن اکتفا کنید و معتقد باشید هر چی که بهتون فتوا داد همون درست است. اما تقلید کورکورانه شخص به دیگری خیر جایز نیست. آیا بستن دست‌ها روی سینه سنت است و عدم آن بدعت؟ خیر، سنت است و عدم آن نمیتونه بدعت باشه، مگر به قصد این که این نبستن سنت است، اون میشه بدعت. زمانی که سنت شد، یعنی انجام ندادن آن دیگه معصیتی نیست، مگر اینکه قصد دیگری باشه. تراویح 8 رکعت هست یا 20 رکعت؟ نخیر، این هم هر دو روایت هست، هم روایت 20 رکعت و هم روایت 8 رکعت است و در نتیجه بدعت نیست. رفع یدین بله سنت هست و عدم رفع آن نمیتونه رو بدعت هست. ببینید شما ترک سنت، این را بفرمایید که ترک سنت چیزی است و بدعت یعنی نوآوری در دین. نوآوری در دین، زمانی که شما چیز جدیدی به دین اضافه نکردید، نوآوری در دین نیامد، یا نوآوری در دین انجام ندادید، چیز جدیدی به دین نیافزودید، رفع یدین سنت است. اگر ترک کردید، ترک سنت کردید.
خوندن سوره فاتحه پشت سر امام واجب است یا سنت، خلاف است بین اهل علم. نزد حضرات شافعیه و برخی از حنابله در یکی از روایت های امام احمد واجب است، باید خوند، به دلیل همون لا صلات لمن لم یقرأ بفاتحة. نزد امام اعظم و بقیه مذاهب واجب نیست. خلاصه قول میشه که اگر وقتی بود برای خوندن میخوانید و اگر وقت نبود به استماع به فاتحه و گوش دادن به فاتحه امام بسنده می. آمین به جهر گفتن سنت است. سنت است. سادات احناف که میگویند سنت نیست، احادیث برای احادیث صحیح برای اونها ثابت نشده است. به همین اختلافاتی که من درس کردم بین مذاهب است. در اصول هیچ کدوم نیست، همه در فروع است. بسیار خوب. اگر فراموش کنیم چند بار صورت یا دست را شستیم شک داشته باشیم، این شک ها را باید از بین برد. یک بار حد اکثر سنت سه بار هست. سنت سه بار هست که با یک بار هم میتونه جائز باشه، ولی سنت سه بار هست. تمام اعضای وضو جز مسح سر کردن که یک باره. این رأی صحیح هست نزد جمهور اهل علم برخلاف سادات شافعی که میگن تمام عضو ها سه بار سه بار. لازم نیست دوبار وضو بگیرید، همون یک بار که وضو گرفتید صحیح است. اگر پوست مرده قسمت، پوست مرده قسمتی از بدن مثل کف پا یا بعد از گرفتن وضو خودمون جدا کنیم، باید دوباره خیر یا ناخن، یا شما میگم یا ناخن پاتون، لازم نیست که شما دو مرتبه وضو بگیرید. دلیلی برای این نیست. با عرض سلام و خسته نباشید، سوال های نماز در رابطه با نماز جمعه سوال دارید که امیدوارم خیلی خوب. سوال چیست؟ برید روز قیامت از خدا بپرسید هدف خداوند عزوجل از نماز جمعه چی بوده است؟ هدف خداوند عزوجل از خلق بشر چی بوده است؟ هدف خداوند عزوجل از خلق کائنات و آفریدن انسان و اینها چی بوده است؟ لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، از خدا پرسیده نمیشه. ولی هدف انسان خداوند و جن در یک جا میفرماید که عبادت است. هدف از آفریده شدن جن و انس عبادت. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یکی از اهداف جمعه جمع شدن مردم است و یاد گرفتن احکام شرعی است. برای اینکه نماز جماعت رفتن به مسجد برای زنان مشکل هست، برای زنان واجب نشده است. گفته چرا برای مردان واجب شده برای زنان واجب نشده است. و در یک شهر با جمعیت 400 هزار نفری و فاصله اول شهر تا انتهای شهر که کلن 15 دقیقه با ماشین طول نمی کشد، باید 10 نماز جمعه برگزار شود. بستگی دارد به جمعیت، ممکنه کمتر از این هم باشه. زمانش که ما فرمودید 400 هزار نفر، 10 نماز جمعه کم است. برای 400 هزار نفر باید اقلا 100 نماز جمعه خوند، 100 جا نماز جمعه باشه. 400 هزار نفر اگر بگویید که نصفش هم زن و کودک هستن میشه 200 هزار نفر. 200 هزار نفر باید اگر که تقسیم بشوند در چند مسجد تقسیم بشوند که جا داشته باشه برای جمعه این ها. هر مسجدی اگر 1000 نفر جا بگیره باید 200 مسجد باشه. پس بنابراین گفتید که 10 نماز جمعه برگزار شود، 10 خیلی کمه. 10 تو یعنی در هر مسجدی 40,000 نفر جا میگیره. اگر 400,000 نفر باشن، 40,000 نفر سراغ داری در یک مسجد جا بگیره؟ جز مسجد الحرام و مسجد پیامبر و اینها. بله، پس باید خیلی بیشتر مسجد درست کرد که جا بگیره. وقتی شرایطی که باید در نماز جمعه برقرار باشد و به هیچ کدام عمل نشود، رفتن به اون نماز چه
لزومی داره. ببینید نگذارید جمعه تعطیل بشه. بنده بارها عرض کردم جمعه تعطیل شدن خیلی آسونه، ولی جمعه را از نو به دست آوردن، مردم را جمع کردن مشکل. به خاطر فسق امام، به خاطر پیش نماز، به خاطر اشکالی که در جمعه هست، به جای حالا خطبه دنیوی یا اینکه قبلش استاندار یا فرماندار یا بخشدار یا دهدار میاد صحبت میکنه در رابطه با فیش برق و تلفن و نمیدونم فلان، ربطی به جمعه نداره، و به خاطر این جمعه را ترک نکنید. ولی دقت کنید از اونها بخواهید تا مزاحم نماز شما نشن. توجه فرمودید؟ ممکنه که به طور عمد هم این عمل انجام بگیره که شما را از جمعه باز دارن، ولی شما خود را از جمعه باز ندارید. ما نماز خوندن، نماز جمعه و جماعت شعار اسلامی است، آن شعار را حفظ کنید. آیا در نماز جمعه که هیچ اتحادی بین مسلمان وجود ندارد و فقط شلوغی و ازدحام هست و برادر از برادر بیخبر است و درد هم را نمیدانند، از مشکلات هم خبری ندارند و همه در فکر منفعت خود و خانواده خود هستند و هیچ کس برای هیچ کس مهم نیست، خوندن آن با ایشان لازم است؟ بازم حرف اول تکرار، چه ربطی داره به این مسئله؟ خود نماز جمعه یک وسیله است برای تقارب، برای اخوت، برای برادری، برای یادگیری احکام شرعی، برای اینکه شما باز یک دلی تازه کنید با خدا، یک حکمی از احکام شرعی بشنوید، یک اتقوا اللهی بشنوید. ایها الناس از خدا بترسید، همه ما میمیریم، مرگ جلو همه هست، برای آخرت خود توشه‌ای داشته باشیم، خودش کافی، همین دو کلمه هم خودش کافیه. کمترین استفاده‌ای که از جمعه میشه کرد همین باشه، خودش خیلی زیاده. تا چه رسد که مگر برای رفتن جمعه حتما لازم است که مردم در فکر مردم باشن، دلسوز باشن؟ درسته که اون مسئله اجتماعی است، اون باید انجام باشد، همسایه از همسایه خبر داشته باشه، حق همسایه چنین اسلام تاکید کرده، شما سیر بخوابید همسایتون گرسنه بخوابد جایز نیست، ولی هیچ ربطی به این مسئله نداره. شما به خاطر این که مردم در فکر خودشون فقط هستند، کس در فکر دیگری نیست، برای همین من جمعه دیگه نمیرم نماز جمعه شرکت نمیرم. این کارو نکنید، جمعه حتما بروید و شرکت کنید. خیر، بعدم گفتید البته کلیه آیات مبارکه و احادیث برای رفتن به جمعه رو میدونم. چیزی که برام گنگ هست و خیلی سوالاتی که ان شاء الله درست می نویسن، ان شاء الله اولا این و شا رو جدا می نویسن، از هم دیگه جدا می کنن، من اینو نشون بدم الان که شما بدانید، بعد شاء الله هم حتما یک ببینید لام باشد، این بعد هم شاء یک همزه هم بگذارید، حالا اگر که کیبوردتون اینو داره، این طوریست، این انشاءالله صحیح، نوشتن انشاءالله صحیح این طوریه، انشاءالله از هم دیگه جدا، سر هم نیست، بعد همزه داره و این طور. شما در آنه مطرح میکنم. خیلی خوب، بسیار من یک مرد و اهل سنت و شبه مذهب هستم، رفتن به نماز جمعه واسم واجب، اما متاسفانه امام جماعت شهر ما سخنان شرک‌آمیز میزنند. ببینید با هم جمع بشید، ریش سفیدای محل یا شهر، در فکر امام جمعه جدید باشید که مشرک نباشه، که بشه نماز پشت سرش خوند. در فکر چاره برای امام جمعه باشید، نه این که نماز جمعه را ترک. باز هم همون دور هول هوش همین میچن. در فکر صحیح یا این که حالا اون اگر خطبه میخونه یه نفر پیش نماز بشه که از لحاظ تجوید قرآن و تلاوت قرآن و از نظر عقیده یک انسان سالمی باشه، لااقل اونو پیش نمازش کنید. این راه چاره است، نه اینکه راه چاره جمعه را ترک کردن و در خانه نشستن به بهانه اینکه این امام حرفای هر شبت که شرک‌آمیز میزنه. خیلی خوب، داغ و فرمان به ما میگن که یک میان برنامه. خیلی خوب، بعد از این یک من برنامه ببینیم با هم دیگه، بعد برگردیم خدمتتون برای پاسخ دادن به ایمیل هایی که قبلا به شبکه فرستادیم. نماز عطا و دهشی الهی برای
تکریم بندگان است. نماز مناجاتی بزرگ با پروردگار بزرگ و بلکه عطا و دهشی ربانی است که الله متعال آن را بر فراز هفت آسمان به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم عرضه داشت و به رغم اینکه یک فریضه و تکلیف است، تکریم و گرامی داشتی برای بنده هاست. بنی آدم سرشت از خاک دارد. اگر این بنده ضعیف و خاکسار را به زمینی که زیستگاه اوست نسبت دهیم، در برابر عظمت زمین عددی به شمار نمی آید. پس چگونه خواهد بود آنگاه که او را به پهنه پهناور هستی که زمین در آن شناور است نسبت دهیم؟ به یقین که انسان در برابر این همه عظمت ناچیز است. با این حال الله متعال انسان را بالا می برد، گرامیش می دارد، ستایش او را می شنود و دعایش را اجابت می کند و این نزدیکترین حالت بنده به پروردگار اوست. همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است، بنده زمانی که در حال سجده است بیش از هر زمانی به پروردگارش نزدیک می باشد. این اکرامی از سوی الله متعال برای مؤمنان امت محمد صلی الله علیه و سلم است که نماز هر مسلمان به اندازه 50 نماز در نزد الله متعال ثبت می شود. پروردگارا، این چه فضیلت و لطف بزرگی است، چه فراوان است آن رحمتی که در هنگام نماز انسان مسلمان را در بر می گیرد. این امتیاز ویژه است که الله متعال به امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داده است. با سلام مجدد بینندمو، در رابطه با این که سوال براشون پیش اومده، میخواهم دلیل در زیرنویس گفته، در زیرنویس شبکه دیده که بنده خدایی نوشته بود که اگر موهای دست و پا را بتراشه جایز است یا نه، شما در جواب گفته بودید جایزه. حالا من میخوام دلیلش رو بدونم که چرا جایزه، چون من شنیدم که زدن موهای دست و پا و سینه مردها جایز نیست و گناه. لطفا جواب بسیار خوب. و اما جواب، زدن موها یا تراشیدن موهای بدن بر سه قسمت است. قسمت اول، شرع اسلام دستور داده واجب است که آن را بتراشید و از بین ببرید، مثل موهای اضافی بدن، که آن را در تعبیر فقهی ابط و عانه گویم. دو، قسمت دوم، شرع اسلام دستور داده که ابقا شود و نهی کرده از این که تراشیده شود، مثل ریش برای مردان و ابرو برای مردان و زنان، برعکسش. دستور برای ابقاش هست، نه برای تراشیدن و از بین بردنش. قسمت سوم مسکوتون عن هست، یعنی مثل موهای دست و موهای سینه برای مردان و پاها برای مردان. اگرچه مسکوتون عن هست، طبق حدیثی که می‌فرماید ما سکت الله عنه فهو عفو، اون چیزی که خداوند ساکت درباره اش حکمی نازل نفرموده
این اختیاری است انجام دادن آن یا ندادن. اما بدیهی است که مو در سینه مرد و در پا و دست مرد صفت مردان است، جزو خشونت است، خشونت مرد. برعکس اون موهایی که باید از بین برود و اونجا دستور است که موهای اضافی بدن از بین برود، حالا به هر نحوهی که هست. و در زنان برعکس، موهای دست و پای زنان برای زنان خلاف طبیعت زنان هست. زنان لطافت و نرمی در صفاتشون هست و در مردان خشونت و چی و خشن بودن در مردان جزء صفات مردان. حالا این را علما بعد از اینکه بعضی از علما آن را نهی کردند که اگر بنا باشد مرد خود را به شکل زن در بیاورد که موهای بدن و کل بدنش مو نداشته باشد، موهای سینه خود و پا و ساق پا و دست و ساعد خود را بتراشد شبیه زنان شود، این میشه حرام. ولی اینکه از اون طرف حدیث داریم که مردی که خود را به شکل زن در میآورد ملعون هست و همچنین برعکسش. اگر از این باب نباشد و بعضی وقت ها میشه که موهای اضافی بدن مرد را اذیت میکنه، موی سینه بدن، موی ساق پای مرد، مرد را اذیت میکنه، اون زمانی که اذیت میشه اشکال نداره که به اندازه ای که از این اذیت و آزار خارج بشه موهای سینه یا موهای ساق خود را بردارد یا موهای دست خود. و الا در طبیعت مرد این است که مرد پرمو باشد برعکس زن. پس بنابراین چیزی که عرض کردم همون واقعیت دارد که موهای بدن بر سه قسمت است. یک دستور برای ابقای آن مثل ریش و مثل ابرو، و یک دستور برای از بین بردن آن مثل موهای زیر بغل و موهای اضافی بدن. یکی هم مسکوتون آن هست که مثل موهای عمو سینه مرد میشه و موی ساق و دست و پای مرد. سلام علیکم، تا چند گرم میتوانیم طلا نگهداری کنیم که زکات فرض نباشه؟ قبل از 85 گرم و یا به قصد این کار را بکنیم مشکلی دارد؟ یعنی قبل از اینکه به 85 گرم برسه مثلا شما برید ازش بردارید، برید بفروشید، برید همیشه نذارید که به حد نصاب برسه؟ اگر به قصد باشد بله معصیت، در غیر این صورت خیر. و همیشه از زکات فرار کردن دقیقاً شبیه اینه که شما خود را از اینکه داروی مصرف کنید یا واکسنی تزریق کنید که از دردها در امان باشید دارید فرار میکنید، نهایتاً با مشکل روبرو میشید و خود را پالایش میکنید. شما با اعطای زکات اموال خود را پالایش میکنید. دیره در سوره توبه چنین هست: خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. از اموال اینها اگر که شما قسمتی به عنوان زکات بردارید، اموال اونها را طاهر و تزکیه کردید، پالایش کرد. پس زکات مال یعنی چرک مال، مال خود را از چرک و از این چیزها طاهر سازید. بله، مال خود را با اعطای زکات طاهر سازید. بعد گفتید لطفاً بفرمایید اگر متع حرام است در کجای قرآن آمده است؟ و انسان زیرا پیامبر نمیتونه از خود چیزی را حلال و حرام. بدیهی است پیامبر مشرع هست. ببینید زمان اینجا که شما میگویید پیامبر نمیتونه از خود چیزی حلال و حرام کند، تمام اون چیزی که پیامبر فرموده از وحی الهی است. پیامبر که ما ينطق عن الهوى، این یه قاعده کلی است، خودسرانه چیزی نمیگوید. این باید باور داشته باشه، جز باور شما باشه که پیامبر خودسرانه چیزی نمیگوید. اما دلیل آن که حرام هست حدیث و فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله در روز خیبر، و راوی حدیث هم حضرت علی است که کسی که گوشت الاغ اهلی در خانه دارد یا گوشت الاغ اهلی و
زن صیغه‌ای دیگه الالعبد حرام شده است. این راوی حدیثم حضرت علی است. حالا اون که میگن عمر اومده حرام کرده، فهم کوتاه کسانی است که همچون ادعایی دارند. حضرت عمر تجدید کننده اون چیزی بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم حرام فرمود. به گوش همه نرسیده بود، حضرت عمر آن را تجدید بیان فرمودند. سال بعدیتون چرا حضرت حسن اولا خلافت را به معاویه داد، ثانیاً چرا استعفای خود را به همانهایی که انتخابش کرده بودند نداد؟ استعفای خود لازم نیست به دیگران بدهد. زمانی که خلافت که حق ایشان هست، مردم با ایشان بیعت کردن، تنازل کرد و به معاویه داد، دیگه لازم نیست که استعفای خود به دیگران بدهد. اون زمان که این قلم و کاغذ و اداره و این چیزها نبوده که شما تصور کنید اگر خلافت را به اسم یا استعفای خود را به مردم میداد. مگر میشود گفتید کسی مأموریتی، مأموریت با حمزه هست، نه با این مأموریتی نوشته است را که به عهده او گذاشتن به دیگری تفویض کند، زیرا خلافت ملک شخصی نیست. اگر که این باور داشته باشید خلافت شخصی نیست، باید بدانید که حضرت حسن رضی الله عنه معاویه را لایق می‌دانست. با سلام خدمتی از نهج البلاغه خود به 171 ترجمه دشتی را می آورم که در پایان سوال خود مطرح می کنم. سوگند به خدا اگر بخواهم می توانم که هر کدام از شما را از آغاز و پایان کارش و از اتمام شون زندگیش آگاه سازم. این فرمایش حضرت علی نیست، چیزی است که به حضرت علی نسبت دادند، مگر حضرت علی غیب می دانست؟ حضرت علی خود نمی دانست آغاز و پایان زندگیش چگونه است، تا چه رسد که ادعا کند که من به شما. این جزء اضافاتی است که نسبت دادن به حضرت علی، جزء غلات، کسانی که غلو کردند. پیامبر اسلام همه اطلاعات را به من سپرده است. خیر، همچون چیزی نه پیامبر اسلام انجام داده، زیرا پیامبر اسلام خود نمی‌دانسته که آینده چی می‌شود که دیگه به حضرت علی یا به کسی دیگر بسپارد. این یک مسئله. موضوع دوم، هرگز این فرمایش حضرت علی نیست و همچون اتفاقی رخ نداده است، کاملا ساختگی و جعلی است. زیرا حضرت علی خود میداند که غیب نمیداند، خود میداند که خدا میگوید که جز الله اون چه در آسمان و زمین هست هیچ کس بی غیب نمیداند. تمام اینها، والله لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه لفعلت. اولا که نمی توانست، ثانیا این ادعا را نکرد رضی الله عنه. این غلات و اونهایی که درباره اش هلاک شده اند، حضرت علی می فرماید افرادی دو گروه درباره من هلاک می شوند، یکی کسانی که مثل اینها غلات باشند و غلو کنند، و دومی کسانی که حضرت علی را نفرین کنند و بد بگویند. این دو هلاک میشوند، جزو هلاک شدگانند. ما امت وسط هستیم که نه این غلو را درباره حضرت علی داریم، نه اون بی ادبی و بی احترامی در شأن این بزرگوار رضی الله عنه. خیر، متن را تایید میکنید، متن تایید نمیکنیم. دیگه زمانی که متن را تایید نکردیم، بقیه سوال هم از اعتبار می افتد. عرض کردیم، سوال پاسخ دادیم. اگر شنیدید حالا دیگه براتون بنویسم دوستان، این دیگه مسئله جداست. خیلی خب، این یک سوال جداست که انسان عجولی هستید، تصمیم بگیرید که انسان عجولی نباشید، در شؤون زندگی تأمل داشته باشید، با طمأنینه و آرامش زندگی را جلو ببرید، همچون که در نماز و در تقوا طمأنینه و آرامش لازم هست، در تصمیم گیری
زندگی هم با طمأنینه و آرامش باشد. انسانی که عجولانه تصمیم میگیرد همیشه پشیمان میشود، چه در کردار و چه در گفتار. عجله موجب پشیمانی است و دقت کنید که عصبانی نشوید و عجله نکنید. و همیشه توصیه رسول الله صلی الله علیه و آله به کسی که خواهش کرد که رسول الله صلی الله علیه و آله به او توصیه کند فرمود لا تغضب، لا تغضب. شخصی آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، عرض کرد اوصنی یا رسول الله، توصیه کن، نصیحت کن. فرمود لا تغضب، خشمناک نشو، عصبانی نشو. دو سه بار تکرار فرمود. عصبانی و تصمیم عجولانه و تمام اینها باعث پشیمانی می شود و خلاف دستور شرعی است. اگرچه هم آیه می فرماید خلق الانسان عجولا، انسان با این شکل آفریده شد، ولی باعث تصمیم را با تمعن و تفکر و تدبر و تأمل گرفت، نه به شکل عجولانه و خیلی شده. با سلام، اگر کسی قرض داشته باشد زکات روی آن واجبه یا نه؟ این مسئله برمیگرده به این که شما تا چه اندازه مطمئن باشید قرض داشته باشد. اگر یعنی به دیگران بدهکار باشد، منظورتون اینه. اگر که یک مرتبه بدهیتون را بپردازید، خیر، زکاتی هم به شما تعلق نمیگیره. فرضاً شما 10 میلیون بدهکار بودید، 10 میلیون هم پول داشتید، دادید به بده طلبکارا و تمام شد، زکاتی هم به شما تعلق نمیگیره. ولی 10 میلیون بدهکارید میخواهید به 2 سال بپردازید با تأجیل، یعنی با تأخیر، تأجیل با همزه، در اینجا زکات بر شما واجب است. اون ارزی که فلفور شما پرداخت میکنید زکات به شما تعلق میده. ارزی که دیگه به تعویق میندازید و با اقساط پرداخت میکنید زکات بر شما واجب است. سوال هایی که ایمیل میشه براتون ایمیل میکنم. خب حالا سوال چی؟ این عذاب وجدانتون به خاطر چیه؟ شما که هنوز عقد نکردید، با پسری آشنا شد، قرار بوده بیاد خواستی ولی نیومد. برای اینکه چند دقیقه با هم صحبت میکنید، اگر صحبت شما در راستای اون مسئله ازدواج باشد اشکالی ندارد، در غیر این صورت حرام است. اتاق فرمان وقت داریم؟ بله؟ بسیار. شرط بندی برای مسابقات، اگر گروه سومی باشند این کار را بکنن، بله، نه خود شما. دو گروه با هم شرط ببندن جایز نیست شد. اما اگر گروه سومی، یک فرد سومی، شرکت سومی، گروه سومی جایزه ای تعیین کند که اگر شما این مسابقه دو میدانی مثلا و یا این فوتبال یا این ورزش بردید، این جام برای شما باشد، اشکالی نداره. یا اسب دوانی یا شتر سواری یا هر چیزی که شما گفتید از ورزش های مباح. خب در رابطه با دختر پرسیده است که چرا مسئله میراث حالا نصف میبرد. بار هم صحبت کردیم در این راستا، توضیح دادیم که نصف بردنش حکمت درش بوده. نصف میبرد برای اینکه از جای دیگه جبران میشه، اما پسر دیگه از جای دیگه جبران نمیشه. دختر شوهر میگیره و از شوهرم میراث میبره، نفقش شوهرش میده،
پسر که ازدواج میکنه خرج خانومش و زنش باید خودش بده و نفقه باید خودش بده، از اون طرف اگر مساوی شده بود اشکال نیست، بعد نصف شدنش از جای دیگه دختر جبران میکنه، اما پسر هرگز جبران که نمیکنه هیچی، باید بیشتر هم خرج کنه. برای باور این که الله ذات اقدس الهی وجود دارد و اوست سبحانه و تعالی که خالق جهان هست به هستی هاست، یک باور راستین لازم هست و یک نگاه به طبیعت که گرداننده‌ای دارد. چه کسی این را آفریده است؟ سؤال الله سبحانه و تعالی خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم که از کفار بپرس، از کسانی که اعتقادی به ذات اقدس الهی ندارند، بگو قل من رب السماوات والارض، این طبیعت، این آسمان زمین که شما الان درش هستید، این کوه ها که اوتادا خدا فرموده مثل میخ استوار هست در روی زمین، حرکت زمین را به یک شکلی توازن به وجود، از کجا آمده؟ این دریاها و این کهکشان ها و این سیاره ها بالاخره خالقی دارد. خالق هم الله هست که معبود به حق هست و بقیه معبودان باطل. السلام علیکم، آیا امکان دارد وقتی کسی اشیای قیمتی را گم کند به وسیله دعا یا ورد خاصی از محل گم شدنش آگاه شود؟ خیر، همچون بعضا گفتند برخی از سوره های قرآن بخواند، ولی دلیلی برای آن نیامده است، دلیلی برای آن نیست که فلان حدیث یا فلان ذکر بخوانید که گم شده خود را پیدا می‌کنید. از اینکه توجه کردید به برنامه پرسش و پاسخ کمال تشکر داریم، و از اینکه نتوانستیم تمام ایمیل ها را پاسخ بگوییم عذرخواهی میکنیم. انشاءالله در جلسه آینده یا جلسه های آینده به ایمیل های شما پاسخ میدهیم. بدیهی است که ایمیل ها معمولا میماند بیش از 700 الی 800 ایمیل پاسخ نگرفته ما داریم. شدیداً معذرت میخواییم از اینکه با تأخیر جواب شما میدهیم، ولی مطمئن باشید که حتما جواب خواهیم داد به اذن الله و در وقت خود مثل امروز ضبط میشود و خدمت شما ارائه خواهد شد. نهایتا آدرس برنامه ما pursish@kalime.tv است. تا دیار دیگر شما را به خدا میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم و بارک علی نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.